رسانه‌های اسرائیلی دعوت از روین ریولین رئیس جمهوری اسرائیل را اقدامی جهت شرمسار کردن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قلمداد کردند که به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان قرار است در اوایل ماه مارس در کنگره آمریکا سخنرانی کند. در سطح رسمی علت رد دعوت کاخ سفید این مسئله عنوان شده که پیشنهاد دیدار و گفتگو صرفاً 24 ساعت قبل از سفر آقای ریولین به آمریکا مطرح شده و دیرهنگام بوده است. دفتر آقای ریولین اعلام کرده که عدم پذیرش دیدار رئیس جمهوری اسرائیل که مقام تشریفاتی در دولت اسرائیل دارد با همتای آمریکای خود تحت تأثیر کشمکش اوباما نتانیاهو نبوده و فقط به خاطر تلاقی برنامه‌ها رد شده است. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل این ادعا را هم رد کرده که دلیل این عدم پذیرش عدم تمایل آقای ریولین به درگیر شدن در اختلافات دو دولت بوده است. ماجرا از بعد از سخنرانی آقای اوباما در گزارش سالانه وضعیت کشور که در آن گفته بود که در صورتی که کنگره با اکثریت جمهوری خواه تحریم‌های جدید علیه ایران را به تصویب برساند وی آنها را وتو خواهد کرد. کارشناسان و صاحب نظران امور خاورمیانه و آمریکا بر این باورند که سفر آتی آقای نتانیاهو به واشنگتن تأثیر مخربی بر روابط دو دولت کنونی دارد و برنده نهایی این کشمکش دولت جمهوری اسلامی است. مارتین ایندیک سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل در نقل قولی که از وی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده گفته که نتانیاهو از این سفر برای انتخاب مجدد خود بهره می‌جوید و جمهوری خواهان از وی علیه اوباما سود خواهند برد، اما در هر صورت روابط بین دو کشور آسیب خواهد دید. مناشه امیر نیز در گفتگو با صدای آمریکا گفته که سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا نشان از وجود مرحله تیرگی و وخامت اوضاع بین دو دولت دارد. میر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو بر این باور است که تحولات اخیر نموده شکاف عمیقی هستش بین دولت‌های اسرائیل، بین دولت کنونی آقای نتانیاهو و آقای اوباما، که این شکاف از سال 2009 شروع شد که وقتی آقای اوباما وارد کاخ سفید شد. آقای نتانیاهو کسی بسیار محافظه‌کار هستش که معادل یک جمهوری خواه هستش در آمریکا. شکافی که متاسفانه با گذشت زمان عمیق‌تر شده، ولی شکاف سیاسی هستش بین این دو دولت. یعنی که اگر در اسرائیل دولت جدیدی در انتخابات آینده انتخاب بشه، به نظر من این شکاف رفع خواهد شد. از سوی دیگر شکاف به وجود آمده بین واشنگتن و تل آویو به گفته کارشناسان به سود تهران است. آقای امیر بر این باور است که این حکومت ایران است که با ایجاد جنگ روانی بالاترین بهره برداری از این تیرگی را خواهد برد و نمونه آن طرح نمایندگان مجلس ایران برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% اورانیوم است. آقای جاودانفر میگوید آقای نتانیاهو باعث عصبانی شدن نه فقط دموکرات ها ولی بعضی از ریپابلیکن ها جمهوری خواهم در آمریکا شده و این و اونها شاید به خاطر لجبازی، به خاطر اینکه انتقام جویی بکنن از لجبازی آقای نتانیاهو و بی احترامی ایشون به دولت آمریکا، شاید به لایحه جدید در کنگره برای تحریم جدید علیه ایران رأی منفی بدن. همچنین به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، حضور نتانیاهو در کنگره آمریکا کفه ترازو را به نفع تندروها در ایران سنگین خواهد کرد، زیرا با توجه به اینکه کنگره باید در نهایت تحریم‌ها علیه ایران را بردارد، این دعوت پیام جدی نبودن آمریکا در مذاکرات اتمی را به تهران می‌رساند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.